خواهر مجاهد گفت انتخاب خواهر مجگان تو خیلی انتخاب ها یادته، فکر کنم که سن و سالت با من تقریبا فرقی نداره. بعد از همون نشستی یه روزه اینقدر تغییرات شدید بود که خواهر فهیمه گفت که جواد 10 سال جوان شدی، ولی الان که اومدیم اینجا یکی از بچه ها میگفت جواد 10 سال پیر شدی. گفتم خب این با اون در ببخشید. روز دوم که تو همون دخمه نمیدونم اومدن اونجا با 3 تا فیلمبردار، در حالی که مثلا ما 2 روز اونجا بودیم خودمون نمیدونستیم بچه ها وضعشون چجوریه. یکی از بچه ها دستش کبود بود، اون بعد فیلم برداری میکرد گفت جای دیگه هم کبوده، بعد دید همه جاش هست گفت لخت باشو، لخت که شد منوچهر بود. من دیدم تمام بدنش سیاست، اصلا بی اختیار عشق از چشام جاری شد و بقیه بچه هم همینجور خیلی واقعا کوفته و چیز بودن. من خود من زیاد زخمی نبودم، من با این باتونه برقی تو شقیقم اینا زده بودن بیهوش شدم، آورده بودنم اونجا، زخمی زیاد نبودم، ولی فیلمایی که گرفتن واقعا اگر میشد از اونو گرفت صحنه های خیلی دلخراشی بود که بی اختیار خیلی از بچه ها همشون گفتن. به هر حال از روز دوم من اصلا برام به طور اوتوماتیک این جدول مندلیف اومد تو ذهنم که گویی اصلا خدا 36 نفر رو برای یه عملیات دونه به دونه تو این جدول مندلیف کاشته.